الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه حضور شما عزیزان و سروران گرامی و بینندگان ارجمند السلام عليكم ورحمة الله و برکاته الله متعال تمنا مندم و آرزومندم كي در لباس صحت و عافیت به سر برنامه های زیبای احادیث متبرکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از کتاب مختصر صحیح البخاری خوش آمدید میگویم خدا کند که لحظاتی که ما و شما میگذرانیم تا ام با طاعت و عبادت و با اخلاص گوش بدهیم و برنامه های خود را تعقیب نماییم امروز هم یا در این برنامه هم رسیدیم به دومین باب از باب هایی که ارتباط می گیرد به کتاب علم این باب ارتباط می گیرد موضوعش با من رفع صوته بالعلمی کسی که جهت آموزش علم آواز خود را بلند می کند یعنی این باب ثابت است در مورد بلند کردن آواز یا صدا در هنگام تعلیم شاگردان ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه فرمایشی به این ارتباط دارد که ما و شما مستفید گردیم تا بتوانیم که زندگی خود را طبق ارشادات نبی مکرم اسلام و پیش ببریم حدیث را متنش را حضور شما به تلاوت میگیرم بعد از آن به ترجمه میپردازیم و بعد از آن نکاتی که در حدیث هست ایجاب می کرد الله بیان خواهم کرد و در پایانم به احکام و مسائلی که تعلق میگیرد به این حدیث متبرکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیدگاه علمای بزرگوار الله ببرسي ميغري. أن عبد الله ابن أمر رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوزع فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بعلى صوته ويل للأقاب من النار مرتين أو ثلاثا رواه البخاري. عبد الله ابن أمر رضي الله عنهما رواية أست كفرمودند تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عقب من دبودن بين صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة. از ما عقب مانده بودن رسول الله صلی الله علیه و در یک سفری که ما سفر کرده بودیم سافر سفر کرده بودیم فدرکنا زمانی که ما را پیدا کردند یا به ما وصل شدند و قد ارحقتن در این هنگام بود که نماز به تاخیر افتاده بود و نحن نتوزع و ما در حالت وزو کردن بودیم فجعلنا نمسهو علی ارجلنا پس ما ما می کردیم بر پاهای خود فنادا به اعلی صوتهی پس ندا کرد با بلندترین صدا ببینیم که اینمی حدیث ارتباط میگیرد به اینمی بلند کردن آواز یا صدا به هنگامی که طرف خوب صحیح آگاه شود و این هم از جمله ضروریات می رود که استاد در صنف باشد یا در جای دیگری باشد یا در کدام مجلس بزرگی باشد به صدای بلند مخاطبین خود را خطاب بکند تا که اونها بشنوند و بفهمند از صحبت استاد خود پس این حدیثم ارتباط میگیرد به امی بلند کردن صدا که در این قسمت رسیدیم فنادا پس رسول خدا صلی ندا کردن به اعلی صوتی با بلندترین صدا صدا کردند و گفتند ویل للعقاب عذاب است یا سخت عذاب است بر کسانی که پاشنه پای خود را نمیشویند للعقاب من النار سخت عذاب بران کسانی که پاشنه پا را نمیشویند از آتش جهنم یعنی اونها را متوجه کرد که باید پاها شسته شود مرتین او ثلاثا دو مرتبه ای سخن را گفتن پیامبر اسلام یا سه مرتبه که این شک راوی است حالا ببینیم واقعا که در محافل و مجالسی که اشتراک میکنیم امروز اگر لاد سپیکر هست یا بلنگو هست از این حدیث ما نتیجه میگیریم که در مساجد در مدارس و در همایش هایی که برگزار می شود این بزرگترین دلیلی است که ما داریم که باید بلندگو گذاشته شود تا انسان بتواند یا محفل بتواند یا مجلس که صدای سخنران را و یا صدای کسی که برای ما صحبت میکند را بشنویم این دلیل واضح و آشکار و روشن است دوم مطلبی که در این حدیث آمده ارتباط می گیرد به بلند کردن آواز در وقت ضرورت از آن جمله در وقت تعلیم علم لازم است که استاد صدای خود را بلند بکنند چرا در میان شاگردان خامخا کسانی هستند که کمتر میشنوند کسانی هستند که هیچ نمیشنوند دورتر باشند پس در این صورت لازم است که استاد صدای خود را اندکی بالا ببرد و دومین مطلبی که در این حدیث هست که امام تهاوی رحمه الله استنباط میکنند او بزرگوار میفرمایند که در اوایل مسلمانان پاهای خود را مسح می کردند چنانچه که سرهای خود را مسح می کردند بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم مس کردن پاها را منع نمودند و دستور دادند که پاها شسته شود یک نظر نظر دومی که علما می فرمایند این است که از اول پاها شسته می شد ولی در این حدیث صحابه عرض کردند که ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما عقب مانده بود زمانی که پیامبر به ما وصل شدند یعنی رسیدند وقتی عصر ناوقت شده بود با عجله که از نماز نمانیم و از جماعت نمانیم پای خود را توری می شستیم که پاشنه پای ما خشک میمان مثل این که مسکونی بر پاها این دلیل دوم ولی از اول پاها شسته می شد سومین دلیلی که علما میفرمایند فرمایند این است که پاها باید شسته شود چرا فرضی از فرایز ویزو شستن پا هست پس پا باید شسته شود و مسح کردن جواز ندارد چرا حدیثم اشاره می کند و دلیل بسیار واضح از دریجه که ما پاهای خود را طوری می شستیم که گویا ما مسح می کردیم یعنی پاشنه های پا یا به اصطلاح آمیانه بگوییم کوریه های پا خشک می پس اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که ویل للعقاب من النار سخت عذاب از بران کسانی که پاشنه های پایشان را نمیشویند از آتش جهنم پس یه غشداری بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به شستن پا دادن کردند. پس اینجا ببینیم که از این حدیث هم ثابت شد که پای شستن فرض است رسیدیم به سیومین مطلبی که در زل این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان شده است امام عینی رحمه الله مهربانی میکنند میفرمایند که نماز تاخیر شده بود و صحابه منتظر پیامبر صلی الله علیه و بودند که با پیامبر صلی الله علیه و نماز عصر را یک جای ادا بکنند دو با جماعت زمانی که پیامبر صلی الله علیه و رسیدن رسیدن در کنار اینها اینها شروع کرده بودند به وضو کردن و یا وضو را بعضی انجام میدادند که رسول مکرم اسلام سلام وقتی که رسیدن دیدن ای را که پاهای خود را تور میشن که گویا مسه میکنن و کوریه های پا یا پاشنه های پا خشک مانده بود در اینجا است که اینها منتظر پیامبر بودن با عجله وضو میکردن که به جماعت برسند و با رسول خدا صلی نماز را ادا بکنند در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهانی که همراه خود داشتند در این سفر اونها نماز عصر را ادا نموده بودند این بود این حدیث رسیدیم به حدیث سوم باب سوم که ارتباط میگیرد این باب با قراءت القراءات والعرض على المحدثه المحدث خواندن حدیث بر محدث ببینیم که این حدیث ارتباط به چه میگیرد رسیدیم ببخشید و باب سوم طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم باب سوم ارتباط میگیرد به امتحان نمودن استاد شاگردانش را این هم این حدیث است که انشالله به حضور شما قرات میکنم اول متن حدیث طبق معمول و بعد از آن به ترجمه حدیث نقطه به نقطه بس من مورد أحكام مسائلی که تعلق ان شاء الله بیان خواهم کرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر ففي شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة فاستحيت فاستحيت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة رواه البخاري حديث از ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرموداً قال رسول الله صلی الله عليه وسلم که فرمودن رسول خدا صلی الله عليه وسلم سلم ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها حقیقتا درختی است در میان درختها که نه در تابستان نه در زمستان برگ از او زرد نمی شود و نمی ریزد و انها مثل المسلمی اینی درخت مثال گویا و بینایی هست به مسلمان که مسلمان هم همیشه تر و تازه هست ما ماهیه پس شما بگویید که او درخت کدام درخت است یعنی شما بگویید برای من که آن درختی که با چنین ویژگی های قرار دارد کدام درخت است فوقع الناس و فی شجر البوادی در اینجا مردم به فکر این رفتن که درخت که در دشت و صحرا و بیابان هست هر کدام شمار کرد که فلانه درخت است و فلانه درخت است قال عبدالله گفت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و وقع فی نفسی انها النخله. در دل من امی می رفت که نمی درخت درخت خورما هست فستحی من حیا کردم که جواب بدم چرا که کبار صحابه بودند ثم قالو باز گفتند حدثنا ماهی یا رسول الله با سخن گفتند که برا ما بگو ای رسول خدا سلام ای این کدام درخت است قال صلی الله علیه وسلم فرمودن رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هی النخله ای درخت درخت خرما هست ببینیم که از این حدیث چند چیز استنباط شده است اول اینکه که استاد در سنفی یا کلاسی درس میتن باید هفتوار یا ماهوار شاگردان خود را بررسی بکند مطالعه بکند و از اونها آگاهی پیدا کند که چه کسانی لایق تر هستند و چه کسانی آگاهتر هستند و چه کسانی از مجلسش و از صحبتش فیض بردند پس این حدیث این را ثابت می کند که استاد حق دارد که شاگردان خود را هفتوار یا ماهوار از اونها سوالی داشته باشد تا که امو قوه حافظه شاگرد را بفهمد که چقدر شاگرد شایسته است این برداشت شد از این حدیث دومین مطلبی که در این حدیث آمده این است که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در او مجلسی قرار داشتند که بزرگان و صاحب نفوزان صحابه در میان آن جمع بودند حضرت عبدالله ابن عمر در او وقت خردسن بودند حیا کردند که جواب بدن که درخت درخت خرما هست زمانی که سوال کرد که او کدام درخت است که همیشه شاخ و برگش و تازه هست نه در زمستان و نه در تابستان تغییراتی در او ایجاد نمی شود عبدالله ابن عمر در دل گفتم که شاید این درخت درخت خرما باشد ولی صحابه چون بزرگان نشسته بودن از آن جمله ابوبکر و عمر رضی الله عنهما حیا کردم از این چه نتیجه میگیریم از این بخش حدیث این نتیجه را میگیریم که واقعا که در مجالس بزرگان نشسته باشند برای خوردها اجازه نیست که دفتا در میان سخنان بزرگان بپرند به اصطلاح و شروع بکنند به صحبت کردن از این حدیث ای ما برداشت کردیم تا که سوال از خود انسان سائل سوال نکند در اون مجلس باید جواب نده چرا که در اون مجلس او انسان سنش خرد می باشد باید ادب مجلس مراعات شود پس از این حدیث این هم برداشت کردیم که مجلس هم ادب از خود دارد باید بزرگا صحبت میکردن م... کوچکترها گوش نمایند تا که مستفید شوند و همچنان ادب هم مراعات شود ای از دیدگاه آداب مجالس رسیدیم به بخش سوم که ارتباط میگیرد به آ... درخت خرما که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال روشن و واضح و آشکارایی دادن که مسلمان مانند درخت خرما باشد یعنی درخت خرما در تابستان و زمستان به یک حالت است نه در زمستان برگهایش زرد می شود و می ریزد و نه در تابستان هم تغییرات در او ایجاد نمی شود پس مسلمان هم در دنیا همانند درخت هم استوار باشد یعنی از درخت خرما هم کرده استوار و ثابت باشد در هیچ طوفانی از هایی که ایجاد می شود مسلمان باید نلرزد ثابت باشد استوار باشد چرا همه این نابسامانی ها زود گذر است همه را به خداوند لایزال واگذار کند همچون درخت خرما یا, یا نخله استوار و ثابت و محکم باشد و حتی از کوههایی کرده که بلندتر هستند و عظیمتر هستند هم مسلمان عقیده مند و مسلمان مؤمن ثابت محکمتر و ثابتتر است پس ما نتیجه گرفتیم که در تمام در مشکلات زندگی یا دنیوی انسان مؤمن ثابت و استوار باشد حتی از درخت خورما هم کرده یا از قله رفی کو هم کرده باید مسلمان ثابتتر و استوارتر و محکمتر باشد و همه را به الله متعال واگذار بکند و در قلب خود و در ذهن خود و در فکر خود به که این همه مشکلات زود گذر است ما اللهی دارم که او مرا از این مشکلات نجات می دهد. پس مؤمن و مسلمان که قرآن از شنم، اشاره می کند الا به ذکر الله تطمئن القلوب آگاه باشید که به با یاد و ذکر الله متعال دلها آرام میگیرد. یا ذکر و یاد الله متعال مایه آرامش دلهای مؤمنین است و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام عليكم ورحمه الله وبركاته